کنید. آمدم. لحظه ای دندان به جگر بگیر. آمدم. بسیار خوب. شما بروید تا ساعتی دیگر راهی می شوم. به من امر شده با شما برگردم. اینجا بغداد است، دارالخلافه در سامرا. به تاختم که برویم یک شبانه روز راه است. نباید اسبم را آماده کنم؟ آماده است جناب شیخ. بیا. جناب جابر ابن معاص، خوش آمدی. به موقع رسیدی. بله، اگر اندکی تعلل کرده بودم گماشتت بی دستار و اوریان مرا به حضورت می آورد. این همه عجله برای چیست؟ باید هرچه زودتر حرکت کنی. بار سفر ببندی و خودت را به نیشابور برسانی. باید؟ مگر در خراسان چه خبر است؟ تو فضل را میشناسی؟ کدام فضل؟ فضل ابن شازان نیشابوری. کیست که او را نشناسد؟ بعد از فرو افتادن آل طاهر در خراسان، فضل مجدداً در نیشابور برای آل علی تبلیغ علنی میکند. بی محابا خلیفه را زیر سوال میبرد و انتقاد میکند. احکام شرعی ما را به سخره میگیرد. با شناختی که از فضل دارم، اگر این کارها را نکند باید تعجب کرد. بنده را معاف کنید. معاف کنیم یعنی چه؟ ما نباید بگذاریم فضل از این هرج و مرج استفاده کند. باید کاری کرد. خب بکنید. با من چه کار دارید؟ چه میگویی جابر؟ تو بزرگ علمای بغدادی. آیا این وظیفه تو نیست؟ ای 70 سال گذشته خلفای پیشین مدام اشتباه کردند و این بنای کج را بالاتر بردند. حالا تو از من بدبخت میخواهی که این دیوار کج را رفت کنم؟ این از من ساخته نیست جناب وزیر. نمیتوانم. ظاهراً وصف کنیزکان بلند بالا و باریک میان بغداد عقل و دین شیخ و شیوخ بغداد را طوری به باد داده که هر
حرمت خلیفه و دارالخلافه را هم از یاد برده. خلاف برزتان رسندند حضرت خلیفه. تو راست میگویی، تو راست میگویی شیخ بغدادی، اما بر اشتباهات خلفای پیشین این را هم اضافه کن که دارالحکمت و مدرسه ساختند تا امثال تو در آنجا به بهانه علم بخورند و پهلو برآورند و عاقبت این گونه جفتک بیاندازند. عمری سر در آخر خلیفه داشتید و اکنون که زمان کار فرا رسیده به هیچ دردی نمیخورید. حضرت خلیفه، جناب جابر قصد داشت. قصدش را با سخنانش نشان داد. قصدم چیست جز فدا کردن جان ناچیزم برای شما؟ بستانید حضرت خلیفه، بستانید. گناه من در تمام طول عمرم جز خدمت به دستگاه خلافت چیست؟ حال چه باید کرد که سالیان سال بر من گذشته و گرد پیری بر سر و رویم شسته؟ چه افتخاری بالاتر از این که به تیغ خشم شما کشته شود؟ زبان بازی بس است مردک. ما تو را برای مشورت میخواهیم، این که با جان و دل بیایی و به ما خدمت کنی. اما آمده ای و طلبکار آستان ما شده ای؟ لفاظی را کنار بگذار و اصل حرفت را بزن. از چه میترسی؟ راه مقابل با فضل چیست؟ صله‌ای، عنوانی، مقامی به او بدهیم. هر کسی قیمتی دارد. خودت را به نفهمی نزن وزیر. تو گمان میکنی فضل هم مانند توست؟ او هیچگاه گوهر نام خود به لقب و دینار نمیفروشد. تنها تو میتوانی حریف او شوی. پس بی هیچ بهانه‌ای به خراسان برو و لیاقت خود را نشان بده. اگر بتوانی شر فضل و یارانش را از سر خراسان کم کنی، حکومت کل خراسان را به تو واگذار می کنی. اما حضرت خلیفه. خاموش، برو و خراسان را از فضل ابن شازان پس بگیر. من امامشان را به سامر آوردم تا جلوی چشمم باشد. تو هم به نیشابور برو و کار فضل را یک سره کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قبول باشه. قبول حق. خوشحالم که نمردم و خورشید نیشابور را هم دیدم. حالا میفهمم مهاجرین حجاز و عراق وقتی به خراسان میآیند چرا ماندگار میشوند. حق دارند. اعتراف میکنم که از شبهای بغداد دلپذیرتر است. ساکتی جناب فضل. حاشیه گفتن و حاشیه نویسی را دوست ندارم. اصل حرفتان را بزنید. من شما را میشناسم؟ سا
سالها از آخرین دیدارمان در مدرسه بغداد می‌گذرد. آن روزها نمی‌دانستم 50 سال بعد در مقام شیخ و شیوخ بغداد برای مقابله با تو به نیشابور می‌آیم. چه باک، تو ارزشش را داری. آوازت پیش از این به خراسان رسیده بود جناب شیخ. طعم فتواهای جابر بن معاذ را تمام بلاد مسلمین چشیدند. خب ما هم بی نصیب نمانده ایم. همه یاغیان به دین و دستگاه خلافت در نهایت با من طرفند. تو سرسخت‌ترینشان هستی. نمیخواهی مانند برخی از مواهب خلیفه برخوردار شوی؟ تو که این گونه زندگی میکنی خرسندی؟ نه. با این حال مرا به داشتن آن امر میکنی؟ امر نمیکنم، پیشنهاد میکنم. تو جز برای امر کردن به خراسان نیامده ای؟ ای کاش سردار یا مأمور خلیفه بودم. اما چه کنم، معلمی هستم مانند تو. ارزش دانش در چشم من مانع از آن می شود که تو را به چشم یاغی بنگرم. با این حال مواردی هست و اتهاماتی مطرح شده که باید برای ما و دارالخلافه روشن شود. گمان نمی کنم برای گفتن این حرفا نزد من آمده باشی. تو نیت دیگری داری. نیتت را بگو جناب شیخ. تو به هیچ صراطی مستقیم نمی شوی فضل. یادت باشد اجداد تو عربند. نیک می دانم که نسبت به عرب یمن می رسد. جای ماندن در بین این جماعت موالی، به زادگاه برگرد، به قبیلت خدمت کن. جناب جابر، من کار خودم را به خوبی انجام میدهم. تو هم کاری را انجام بده که بدان مأموری. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ای مردم نیشابور، میخواهم خاطره ای برایتان نقل کنم که با چشمان خیش دیدم. محرم سال گذشته در سفری از کربلا رد میشدم، کربلای حسین. آنجا چیزی دیدم که اگر شما هم می دیدید مانند من حیرت می کردید. مردانی دیدم از ایران که برای زیارت کربلا آمده بودند. مردانی بی دست، برخی یک دست و برخی هر دو دست خیش را سالهای گذشته برای زیارت قبر حسین داده بودند. بریدن دست شرطی بود که خلیفه گذاشت تا کسی جرأت نکند به کربلا نزدیک شود. یادتان که نرفته؟ از آنان پرسیدم این مردان این بار میخواهند چه بدهند، چه تقدیم کنند؟ فریاد زدن همگی با هم سرهاشان را. آری سرهایشان. آیا شرط خلیفه مغفور برای از بین بردن یاد و نام حسین کارگر افتاده؟ نیفتاده. آیا با دفن علی ابن موسی رضا در طوس علویان در خراسان نابود شدند؟ نشدند. حال علوی کیست؟ کیست؟
کسی که در انتظار است، کسی که در انتظار است و مقدمات آمدن عزیزی را فراهم می کند. و آن عزیز کیست؟ روزی دیگر در مدینه به حضور امام جواد که سلام و درود خدا بر او باد رسیدم. ایشان این حدیث را بر من کمترین املا فرمودند: ای فضل ابن شازان، بدان که امام پس از من پسرم علی است و پس از او پسرش حسن امام خواهد بود. سپس امام جواد گریست و فرمود: پس از عسکری پسرش قائم به حق امام خواهد بود، کسی که همه مردم در انتظار او هستند. عرض کردم: ای پسر رسول خدا، چرا قائم؟ فرمود: زیرا که قیام می کند، قیام می کند بر علیه ظلم و جور و ستم و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. این سخنان خرافاتی بیش نیست. به من گوش بسپارید ای مؤمنان، به من گوش بسپارید که سخن مهمی برای شما دارم. من اسماعیل صدیف بغدادی هستم، از عراق آمدم و از جانب مولایم ابو محمد برای شما علویان نیشابور حامل پیام مهمی هستم. من بازرگانم و به قصد تجارت از عراق راهی خراسان شدم. یکی از ارادتمندان اهل بیتم و مانند همه محبان در سامرا به حضور مولایم رسیدم برای دستبوسی. ایشان مرا مورد تفقد خود قرار دادند و زمانی که از مقصدم آگاه شدند فرمودند: از جانب من به اهل خراسان بگو که فضل ابن شازان به واسطه سخنان و نوشته های کفرآمیزش دیگر نماینده من در خراسان نیست. فرمودند که فضل از دین خارج شده و شایسته نفرین است. زبان به کام بگیر و دهانت را ببند مردک. امام هیچگاه چون این شخصی را نفرین نمی کنند. میبینید مؤمنان، میبینید این همه راه از عراق تا اینجا آمدم، این همه خطر را به جان خریدم بی هیچ مزد و منتی، فقط برای اینکه پیام امام را به شما برسانم. آن وقت این است دستمزد من؟ تو که گفتی بازرگانی و برای تجارت به خراسان آمده ای، چرا منت سفرت را سر ما میگذاری؟ مگر بازرگان جانش را از سر راه آورده؟ خدایا خدایا، تو خود شاهدی که من پیام امامم را رساندم. خودت شک بدبینان را به یقین بدل فرما. اگر جناب فضل این گونه باشد، پس دیگر به چه کسی میتوان اعتماد کرد؟ ای مردم، سخنان این مرد را باور نکنید، او دروغ میگوید. مرد آرام باش، بگذار بگوید از امام چه شنیده است. آری بگو، بگو که از امام چه شنیده ای. امام فرمودند که ای مرد، از جانب ما نزد شیعیان و دوستداران اهل بیت برو و به آنها بگو که این مرد از دین خارج شده و بر همه مسلمین واجب است که از او فاصله بگیرند و شهر را از وجودش پاک کنند که ثواب آن خارج از حد است. دهانت را به من مردک. کار فضل تمام شد، آبرویش رفت. بیمان داشتم که از دست محبان متعصبی که دور فضل را گرفتن جان سالم به در نبری. هر کس دیگری جای او بود همینطور می شد که شما می فرمایید. ای کاش می بودید و می دیدید که مردم چگونه به فضل شک کردن. آفرین آفرین، شنیدید؟ شنیدید؟ مردم به فضل شک کردند. شک کافی نیست.
جناب حاکم، باید شکشان به یقین بدل شود. تو از بهترین شاگردانم هستی، افسوس تو را میخورم. تو به بهشت نزدیک شدی، ای کاش جای تو بودم. میخواهی فردا در عرش میهمان سفره پیامبر باشی؟ آیا این عدالت است؟ حتما دسیسه در کار برده است. جنازه همون بازرگان بغدادی نیست که خدا فرستاده ما میخوان؟ آری به گمانم همون باشد. به گمانم یکی از یاران و شاگردان فضل به عمرش پایان داده است. به یقین هم خود جناب فضل اجازه کشتنش را داده است. راستی مگر او چه گفته بود که با او این چنین کردند؟ از فضل و شاگردانش جز این بر نمی آید. انا بر خدا، ای کاش می مردیم و چنین روزگار نمی دیدیم که شیعیان راستین خدا این چنین غریبانه و در خفا کشته شوند. بیگناه کشته شد. به خدا دوره آخر زمان است. دوره آخر زمان است که این گونه آبروی مسلمی را به بازی میگیرید. شایسته نیست بر شما که از چنین ملعونی حمایت کنید. ملعون شمایید که در روز روشن تهمت میزنید. جماعت، اگر زبان بران اهل بیت که میگویند فضل است، بدا به حال ما که خدایگان علی چنین محبی دارند. علی در ابر هاست، رد صدای قرش علی است و برق تبسم ایشان است. او روزی ظهور کرده و شر اینان را از زمین خدا کم می‌کند. خاموش شوید، خاموش شوید و جهل خود را بیش از اینجا نذارید که دین و دیندار هر چه می‌کشند از آتش جهل شماست. شما نا اهلان خود حاکم و قاضی و جلادید. وای بر ما، وای بر ما. به خدا که علی بیش از شمشیر خوارج داغدار جهل شماست. خدایا پناه بر تو از این گستاخی، پناه بر تو. شمشیری به من بدهید. شمشیر! داوری بین ما و شما تنها با شمشیر باید سر می شود. ساکت شد بلون! رسول خدا فرمودند او رنجهای ما را می‌بیند، او به ما مشتاق است. به راستی که خواهد آمد. مثل او مثل ساعت قیامت است که پروردگار پنهان داشته علم آن را بر اهل آسمان ها و زمین. راستی که او نمی آید مگر ناگاه و بی خبر. با این فتنه ای که به پا شده بهتر از چند روزی از خانه خارج نشوید. عزمشان را جزم کردند. اینان تا خونتان را نریزند آرام نمیگیرند. میگویم بهتر نیست از این شهر مهاجرت کنیم. به کجا؟ نمیدانم. به جایی که دستشان به شما نرسد. بیفایده است. در همه جای ایران امیرانی حکم میرانند که نشان و لقب از خلیفه دارند. همه سپاهیان سلطان و علمای خلیفه در پیم خواهند بود. نگران نیستید؟ نگرانی من چیزی را حل نمی کند. اما من نگرانم. با شما چه خواهند کرد؟ بویحیی جرجانی را فراموش کرده اید که در میدان شهر او را هزار تازیانه زدند؟ او هم بزرگی بود از دوستداران اهل بیت، اما از دست اینان جان به در نبرد. این قوم دندان می شکنند، کور میکنند، زنده زنده پوست میکنند. طاقت دیدن اینها را ندارم.
اگر به فکر خودتان نیستید کمی به دخترمان فکر کنید. اصلا حواستان به فاطمه هست؟ سلام علیکم صبحتان بخیر. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم صبح بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم صبحتان بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام استاد. خیلی خوش آمدید. محض رضای خدا استاد، یک بار رخصت دهید ما به شما سلام کنیم. صفا آوردید. خدا خیرت بدهد. پدرت کجاست؟ پدر در دکان است. زحمت تازه‌ای برایتان دارم. از شما جز رحمت هیچ فرمان نرسید. بسم الله. بفرمایید. بسم الله. این نوشته ها چیست استاد؟ اولین و تنها نسخه کامل کتاب های من. به عبارتی نگین گنجینه جواهرات استاد. اینها چکیده و حاصل تلاش من پس از سالها ارادت و اهل بیت است. چندی پیش در جمع یاران سخنی گفتم در باب موعود آخر الزمان و اینکه در حدیث معتبری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا امام حسن عسکری از آن یگانه سخن رفته است. خب شوری در شاگردان افتاد و روح من تازه شد. همان بهتر نبود که پنهان باشد؟ در این اوضاع نابسامان اگر جاسوسان حکومت بویی ببرند. نگران نباشید، خدا بزرگ است، هنوز تمام نشده. اینها را ببینید. به پیشنهاد پسرت سهراب قرار بر این شد که همه احادیث را با مقدمه از خودم به صورت کتاب درآوریم. اولین کتاب ایزاه است. نام دومین کتاب را قائم گذاشتم و سومین کتاب را یوم و لیله. یاریم کنید که وقت تنگ است و عمر من کوتاه. به دیده منت استاد. سهراب تمام و کمال بپردازش. دقت کن. حسار. حضرت استاد، اگر جسارت نباشد میخواستم. انشالله به همین زودی مراسم ازدواج را برگزار میکنیم تا با خیال راحت تری به پیشواز آینده رویم. از کجا دانسته چه میخواهم بگویم؟ من که هنوز چیزی نگفتم استاد. این روزا در خانه ما و شما جز حرف سهراب و فاطمه حرف دیگری هم هست؟ خیر استاد، خیر. سهراب ببخشید که مصدق اوقات شدم. سهراب لحظه ای با من بیا. ای مردم نیشابور، به هوش باشید و به گوش. بنا به فتوای علمای دارالخلافه و تأیید حضرت خلیفه معتمد بالله، فضل ابن شازان نیشابوری به دلیل نشر اکاذیب در دین مبین اسلام و ایجاد شک و شبهه در دل مؤمنین و مؤمنات از ادامه تدریس در حوزه‌های علمی منع می‌گردد، چرا که او در مجالس درس و نوشته‌های خود گفته و نوشته است که خداوند جسمی است که وصف آن غیر از کلیه مخلوقات و خارج از تمام معانی است. به همین جهت علمای دارالخلافه وی را شایسته تبلیغ برای اسلام نمی دانند و رأی به تبعید ایشان دادند. لذا بر تمامی مؤمنین و مؤمنات واجب است که از وی کناره گرفته و تبری جویند. همچنین
بنا به دستور حاکم خراسان زین پس هر گونه مراوده، خرید و فروش و حتی وصلت با فضل و خانوادهش ممنوع بوده و خاطیان به عنوان دشمنان دین و خلیفه تلقی شده و به سختی مجازات خواهند شد. و سلام. اینها رو بگذارید سر جایش. فروشی نیست، یعنی هست اما به شما نمیفروشی. شما همین خزعبلات رو باور کردید؟ آبروی مسلمان و مسلمانی را برده اید. شرک شما را در شهر جار میزنن یا کفر ما را؟ برویم مادر. پس در کفر خود بمانید. برویم. به سلامت. نوبرش را آوردن. کینه و دشمنی دارالخلافه با دوستداران اهل بیت چیز جدیدی نیست. بله، اما این بار برخی از علویون عراقی هم با دارالخلافه هم صدا شدند. هم صدا شوند؟ از کجا معلوم که آنان دوستداران واقعی اهل بیت باشند؟ به جای این بحث ها باید فکر کرد تا صحت و سقم اصل ماجرا مشخص شود. چه میگویید جناب شیخ؟ چه میگویید؟ به خدا از شما بعید است. برای ما مسلم است، اما برای مردم باید جواب قانع کننده تری داشته باشیم. شما پیشنهادی دارید؟ بله، من میگویم پیک امینی نزد امام بفرستیم و از ایشان کسب تکلیف کنیم. پیک به سامرا بفرستیم؟ آری. چه اشکالی دارد؟ این برای زمانی است که ما طرفمان را نشناسیم. کیست که فضل ابن شازان را نشناسد؟ شما فضل را نمیشناسید؟ چه حجتی بالاتر از تأیید ایشان از جانب امامان معصوم؟ شما نمیخواهید از فضل در برابر مردم ناآگاه دفاع کنید. بهترین راه این است که ما هم صبر کنیم تا پیک امینمان از سامرا برگردد. دیگر تردیدی باقی نمیماند. پیشنهاد سنجیده است. خب حال چه کسی راهی میشود؟ بسیار خوب، من میروم. اگر صلاح میدانید نزد مولای ما میروم تا کسب تکلیف کنم. خب چه خبر؟ از طرف برخی از بزرگان شهر این نامه را به سامرا میدم. بالاخره شد آنچه میخواستی. اگر در نامه چه نوشته شده؟ درباره فضل از ابو محمد نظرخواهی کرده. چه بهتر از این؟ حتی یارانش هم به او مشکوک شدند. این یعنی ما کارمان را درست انجام دادیم. حالا باید ما جواب ابو محمد را خودمان برایشان بفرستیم. آنها به تو اعتماد دارند. بهتر از خارج از شهر پنهان شوی. بعد از مدتی بازگرد در حالی که حامل پیامی از امامشان هستی. بعد از تأیید پیک مخصوص حسن عسکری شیعیان منتظر اقدام ما نمی مانند. خودشان زحمت ما را کم می کنند. حالا برو بار سفر ببند سردار، روزهای خوشی در انتظار است.
قرارمان این نبود، آن هم در این شب عزیز. دلم می سوزد فضل، چرا باید عروسی دخترمان این گونه در غربت باشد؟ اتفاقی نیفتاده که به خاطرش این گونه پریشانی؟ اتفاقی نیفتاده، عروسی دخترمان از هیچ کس نیامده. خودمان خواستیم کسی را دعوت نکنیم. فراموش کرده ای امروز در شهر چه جار زدند؟ خوب بود اگر بستگانمان می آمدند و فردا در دارالحکومه مؤاخذه می شدند. خوشحال باش و شکر گذار که امشب همه چیز به خیر و خوشی گذشت. آری، به خیر و خوشی گذشت، اما به چه بهایی؟ سخن برادرم خوارزمی هنوز در گوشم است که می گفت اگر ما در فرائض و سنن پیرو امامان خود هستیم، در درد و رنج و مصیبت هم باید پیرو آنان باشیم. یادت رفته تو خودت این سخنان را به مادران و همسران داغدیده شیعه نمی گفتی؟ حال که نوبت به خودت رسیده فراموش کرده ای؟ به خدا سوگند که فراموش نکردم فضل، اما چه کنم؟ مادرم، دلم طاقت ندارم. میدانم. حال اشکایت را پاک کن. امشب عروسی دخترمان فاطمه است. غیبت ما او را نگران میکند. برخیز برویم. برخیز. سلام علیکم. سلام علیکم. از مشان را جذب کردم. اینا تا خونتان را نریزند آرام نمیگیرند. چون ماندن در بین این جماعت موالی به زادگاه برگرد، به قبیلت خدمت کن. دین و دیندار هرچه میکشند از آرده دیدن شماست. شما را اهلان خود حاکم و قاضی و جلادی. وای بر ما. سلام استاد. و علیکم السلام. کسی برای درس نیامده؟ چه بگویم؟ عذر آوردند که ماموران حکومتی تهدید کردند. و حالا کجا هستند؟ مسجد. امام را زیارت کردی؟ چرا ساکتید؟ حرفت را بزن. در سامرا به حضور امام رسیدم و ما وقع را به عرض ایشان رساندم. امام چه فرمودن؟ حرف بزن کمال. امام فرمودن به واسطه سخنانی که از فضل شنیدم و نوشته هایی که از وی خواندم، او را نفرین کردم. و بر شما بس از کمال، بس است. بهای این خوشخدمتی چند سکه است؟ شاید هم جاسوسی و این قسم کارها وظیفه حکومتی است. حال شما و یاران را میفهمم جناب پیروز، اما شایسته شما نیست که نفرین شده ی امام را حمایت کنید. تو گرفتار هوای نفس خیش شدی و این کارها دسیسه است. دسیسه. پیروز، بگذار حرفش را تمام کند. ادامه بده کمال.
امام فرمودند فضل ابن شازان نیشابوری را نفرین کردم و از این پس او نماینده من در خراسان نیست. پس عاقبت حقیقت آشکار شد. دیدید که حق با ما بود؟ خداوند رسوایش کرد. پس نماینده امام از این پس در خراسان چه کسی خواهد بود؟ سرور به ملایمون پس از این ایشان را نماینده تامل اختیار خود در خراسان می دانند. این مرد کیست؟ جابر ابن معاذ بغدادی، بزرگترین و شاخصترین عالم در بلاد اسلامی. جابر ابن معاذ میشناسی؟ اصلا. از این پس ایشان نماینده واقعی و تامل اختیار امام و سرورمان در خراسان می باشند. دروغ است! سخنان این مرد سراسر کذب و دروغ است! شما را چه شده است مردم؟ باور نکنید و آخرت خیش را به سادگی نفروشید. من این مرد را میشناسم. او نماینده امام نیست. ای مؤمنان نیشابور، بدانید که امروز روز مهمی است برای شما، زیرا که در آن اخلاص شما به مولایمان مشخص می شود. من جابر ابن معاذ بغدادی، نماینده مولایمان امام حسن عسکری، با صدای بلند با شما میگویم که فضل ابن شازان آبروی شیعیان خراسان را نزد امام برده است. بر شماست که حق این نمکنش راست را کف دستش بگذارید. این حد از بهتان شرم‌آور است. برخیزید مردم، برخیزید و گوش خدا به این مهملات نسپارید. من به یقین میگویم که او گرگیست در کسوت میش. چه میگویی سهراب؟ تو خود شاهدی که این جماعت مرا نزد امام فرستادن برای کسب تکلیف. امام فرمودند که این شخص از دین خدا برگشته، او را لعنت کردند. از این ملعون حمایت نکن. لعنت به روزگاری که اراذل و اوباش خود را نماینده امام میشمارند. گستاخ! این اراذل و اوباشی که تو از آن نام میبری نماینده امام حسن عسکری است. طبق فرمان امام فضل ابن شازان نیشابوری از دین خدا خارج شده. دروغ میگوید مردم، حرفش را باور نکنید. بر همه مسلمین واجب است که از او فاصله بگیرند. چرا نشستید؟ این فرمان خداست، بشتابید. الله تأجیل شده یه امروز را حکومت به مسجد فرستاده بود برای اینکه قتل استاد را به آنها نسبت دهد، بعد هم وانمود کند که استاد کشته یه خشم مقدس آنها شده، نه رأی دارالخلافه. نگفتم این قوم تا خونت را نریزند آرام نمیگیرند؟ نگفتم از این شهر برویم و جای امنی پیدا کنیم؟ بیفایده است. حکم قتل من پیش از این در دارالخلافه نوشته شده. به خاطر خدا اینقدر سخن از قتل و مرگ نگویید. من بیمه جان ندارم فرزندم، که کشته شدن به دست چنین قاتلانی برای من افتخار است. ترس من از جان شماست و خبرهای دروغی که جاسوسان به امام میدهند و خاطر ایشان را مکدر میکنند. ای کاش یک بار دیگر میتوانستم ایشان را زیارت کنم. میتوانید پدر، میتوانید. نمیتوانم دل بندم، نمیتوانم. حتی اگر از دست عمال خلیفه جان به در ببرم، جسم بیمارم یاری نمی کند. باید برای نجات مردم از این چه حالت راهی باشد.
میدانم حرفهای استاد کف نیست. از خود نوشته های استاد را به نزد امام میبرم و تایید حضرت را میگیرم. باشد که با مهر تایید امام بر پای نوشته ها مردم از شر این جهالت خلاص شوند. میدانی چه میگویی؟ میدانم. میپنداری به همین آسانی است که میگویی؟ مامورین حکومتی همه جا را زیر نظر دارند. تو نمیتوانی با آن کتاب از دروازه شهر خارج شوی. کار بسیار دشواری است. اما آسان میشود اگر تو کنارم باشی. کتاب ها کجاست؟ امان خدا. نکردید و شما آن را شکستید. بابا فضل ابن شازان، به حکم سلطان که حکم خلیفه است و حکم اونیز حکم خداست، شما مجرمید. اگر ریگی به کفشتان نیست باید در را میگوشودید. میگوشودیم اگر اندکی مجال میدادید. بگردید، همه جا را بگردید. بیهوده نگردید. در این خانه از سیم و زر هیچ خبری نیست. خودت رو به نفهمی نزن پیر مرد. دست نوشته های کفرآمیزت کجا هستند؟ نوشته های کفرآمیز را در دارالکفری بجویید که از آن آمده اید. من دهانت را پیر مرد. فرز بده. بگردید، فرز بهانه است. دست نوشته هایش را بیابید. سکایت را بده. سکه‌ای در بساط ندارم. مزاح نکن جوان در این بیابان. سکایت را بده. تو روز تمام انتظار بودم. حال که تو بدم هم افتاده‌ای میگویی سکه‌ای ندارم. بده من سکایت را. گفتم که سکه‌ای در بساطم نیست.
حال میبینی. داخل خورجینت چه داری؟ هیچ. تعدادی کتاب است که آنم به کارت نمی آید. چند سکی میارده؟ التماست میکنم رازن، جانم را بگیرم و آن کتاب ها را رها کن. جان عزستانم، من رازنم، قاتل که نیستم. شنیدم نسخه قدیمی آن به 100 سکه طلا میارزد. رازن! رازن! دیگر چه خطی است؟ چه نوشته؟ ما بعد و طبیعه. این قسمتی از کتاب ارسطوست. علما به او معلم اول میگویند. فضل حتما میخواست آن را از عربی به فارسی ترجمه کند. در چه موضوعی است؟ فلسفه. همه اینها در همین موضوع است؟ این توماریست در طب. این کتابیست در هیئت. این در جغرافیا. این در علم حساب. دیگر کافی است؟ مگر نگفتی که آن مردک سخنان فرزندان علی ابن ابی طالب را نسخه برداری می کند؟ پس کو یکی از آنها؟ برادر بمان همانجا، بمان حرفت را بزن. باشد باشد، شمشیر و اسب و هر آنچه دارم از آن تو. فقط التماس حد میکنم آن کتاب ها را به من بازگردان. منم قول میدم به کسی نگویم که به راهزنی مشغولی. تو نه سند داری برادر، نه مدرک داری برادر، نه شاهد داری برادر. گیرم که داشتی. در این وانفسا از کجا قاضی و محکمه گیر می آوردی؟ تازه دزدی من حلال است، مالیاتش را می دهم. بردن این کتاب ها آن هم در این شرایط دیگر تنها دزدی نیست، حکم قتل را دارد. قتل؟ آری قتل. قتل دانش، قتل معرفت، قتل انسانیت. قتل. من تنها یک قتل می شناسم، آن هم قتل نفس است که در قرآن آمده است. قتلی به نام قتل علم و دانش نمی شناسم. حالا هم ساکت باش. بدانم این کتاب ها مجیز کدام خلیفه عباسی را گفته. روزگار من را سیاه کردن، آن وقت شما برایشان ظفرنامه نوشید. Thank you.
تو چه کنم که به هیچ سراتی مستقیم نیستی؟ قبلاً به تو هشدار داده بودم، حتی به خلیفه گفته بودم که تو دشمن قابل احترامی هستی، اما چه کنم که خودت قدر خودت را نمیدانی. ما را به بزد و بخشش شما نیازی نیست، که اگر بخششتان این است، وای بر غضبتان. ما که هنوز کاری نکرده ایم. کرده ایم؟ این همه شایعه، تهمت و افترا، مزاحمت مأمورانتان برای خانواده ام، به محبس انداختن من، لابد اینها مرحمت هست. حاکمان پیشین خراسان با تو خیلی مدارا کردند، دلیل این کار را نمیدانم، اما امید نداشته باش که این بار مانند گذشته با تو مدارا شود. یادت باشد آل طاهر بر افتاده، آل صفار آمده. برای ما فرقی نمی کند، همه به فتوای یک خلیفه کار میکنید. برای من چه حکمی در نظر گرفته ای شیخ؟ گردن زدن در ملأ عام، یا دار زدن یا سوزاندن در میدان شهر، از داغ و درفش و مسله کردن و چشم در آوردن چیزی درباره دوستداران اهل بیت پیامبر کم نگذاشته اید. مرا از چه میترسانی شیخ؟ نمیترسانم. به زودی مجلس تحقیقی با حضور علمای تراز اول دارالخلافه و خراسان برگزار می شود. تو باید پاسخگوی شبهاتی باشی که در دین مبین افکنده. پس این بازی قبل از محاکمه است؟ من اسران را محاکمه نمی گذارم. اما حکمش را پیشاپیش صادر کرده اید. مامورانتان در لباس مردم کوچه و بازار آن را به نحو احسن اجرا می کنند. نوشته های کفرآمیزت را می یابم. راه نجاتی نداری. هنوز هم در اشتباهی. آنچه را می خواهی نخواهی یافت. ببندید در را، بگذارید همینجا بپوسد. این مرهم نجاتت داد. حال جوریم آب بنوش آرامتر شوی. بسم الله. میمردی از اول میگفتی شیعه علی هستی؟ هرچند که گفتی من کر بودم نشنیدم. آخر چه کسی جز شیعه علی سارق انوارش را تیمار میکند؟ هرچند که مارش هم ماری نبوده. مار هر چقدر هم کوچک باشد سهمش مهلک است. اما خدا رو شکر جان به در بردی برادر، نگران نباش. نکند تو نفرین کردی؟ ها تو نفرین کردی؟ من چه کارم؟ صاحبش خود نمیگذارد به دست نااهل بیفتد. حالا زهر یک بزمچه را از پای ما کشیدی، تو شدی اهل و ما شدیم نو. حتما مار جعفری مرا میزد دیگر جهنمی بودم. حال که اینطور شد یک بار دیگر اموال تو را میزنم. اگر مار مرا زد هفت هفتو، و الا منم هفت سر آله دارم، آنها هم صاحبی دارم. گفتم سکه برایشان فراهم کنم که به کادان زدم. راستی گفتی اسم کتابات چی بود؟ قائم و رجال و ایزا. شنیده ای؟ باید خیلی قیمتی باشد. پیدا کردن مشتری از تو، تحویل دادن کتاب از من، هر چه در آوردیم نصف و نصف. قبول؟ این کتاب ها اصلا قیمت ندارد برادر. گفتی از کجای خراسانی؟ اهل نیشابورم. نیشابور همسایه و همنفس توس است. این همه عجله به طرف عراق از چه بود؟
هرچند که شیعان علی جز برای زیارت به طرف عراق نمی روان. کربلا، سامرا، نجف. صاحب این کتابا کیست؟ نپرس. دانستنش نه به صلاح توست نه به صلاح من. خواستم بدنم صاحب کتابا کیست. فضل ابن شازان. میشناسی؟ فضل ابن شازان نیشابوری؟ زبان بران اهل بیت؟ همه او را میشناسم. محبوب اهل خراسان است. آری. تمام محبوبیت فضل در بین اهل خراسان به خاطر ارتباطی است که با آل علی دارد. علی ابن موسی رضا، محمد ابن علی، علی ابن محمد و اکنون هم امام حسن عسکری. تمام افتخار فضل شاگردی این چهار تن است. چه خبر است؟ درب حجرم را از جا کندید. آمدم تا فرصتی دوباره به تو بدم. باید انتخاب کنی، یا خودت و خانوادت را، یا فضل ابن شازن را. مزاح می‌فرمایید حضرت شیخ. به زور وارد حجره ام شدید و سخن از انتخاب می‌گویید؟ اگر بگویی جای پسرت کجاست و حاکم خراسان شفاعت کند، از خونت می‌گذرم. حاکم؟ حاکم تیغ برهنه ایست در دست امثال تو. او اختیاری از خود ندارد که بکشد یا ببخشاید. شما موالی هستید، با خاک برابرید. اگر زنده اید به نفس حق خلیفه زنده اید، حال که با تو بر سر لطفم زبان درازی نکن و قدردان باش. بگو نوشته های فضل را کجا پنهان کردی؟ در سراسر سرزمین من حاکمانی حکومت میکنند که خون رعیت میبکند و همه نشان و لقب از خلیفه دارند و این فقط به اشاره و فتوای توست. پس بر من منت نگذار شیخ. ما خدمتگزار خلیفه و دین مبین هستیم. ما خدمت میکنیم و شما ناسپاسی. بله، خدمت میکنید، اما به صندوق ها و کیسه هایتان. ببر صدایت را. به زودی خبرهای خوبی خواهیم شنید. کارت تمام از شیخ بغدادی. به زودی کسانی به دنبال من می آیند. بر من منت گذار و نشانی از من به آنها مده. خیالت راحت، انگار تو را ندیدم. برو، در امان خدا. بدرود برادر. هی. در پناه خدا. خاک خراسان کیمیان است. هر چی در آن به کار اند هزار برابر محسوب می‌شود. حال تصور کن که اگر این دانه حب اهل بیت باشد، چه قیامتی خواهد شد. شیخ و شیوخ بغداد را تا کنون اینگونه درمانده و پریشان حال ندیده بودند.
ترسم از آمدن به خراسان بیهوده نبود. من یک موالی را کشتم. پس به خاطر آغشته شدن دستت به خون است که این گونه پریشانی ها؟ آره، دستم به خون آلوده شد برای اولین بار. برای اولین بار. به چه میخندی؟ خلیفه و حاکم و جلاد و گزمه حکم و فتوا از تو میگیرند. این همه جنگ و جهاد به فتوای کیست؟ تو شیخ و شیوخ بغدادی، فراموش کرده ای؟ وای اگر این خبر نوشته های فضل به سام راه برسد. سالها مردم بری شما میخنده. چه شد؟ کسی را به درون راه نمیدهند. مادر، پدرم چه خواهند کرد؟ او را نمی کشند. می خواهند او را بشکنند و بدنام کنند. و این از کشتن بسیار بدتر است. مردان خدا به این شناخته می شوند که تنهایند و خیلی ابلهان در برابرشان سفارایی می کنند. اینان که می بینی همگی از علمای بزرگ بلاد اسلامی هستند. اینک در حضور حاکم می خواهیم بدانیم کتاب ها و تومارهایی که به تو نسبت دادند ریشه در کدام منبع دینی دارد. علمای مدارس همگی آنچه گفتند در وصف خلافت گفتند. سخنان و نوشته های تو همه در رد خلافت است. آیا اصول ما را هم خوانده ای؟ خواندم. خوانده ای تا رد کنی؟ خواندم که بدانم. چه چیزی را بدانی؟ در دین ما که همه چیز مشخص است. بدانم راه راست کدام است. راه راست کدام است؟ بزرگان، این نااهل در کتب و لوایح خود اراجیفی نوشته در علم جهالت. چگونه این را دریافتی شیخ؟ آنچه مخالف است با تعلیمات خلفای پیشین و علمای ماضی به کرات در آن یافتم. با تعلیم خلفا مخالف است یا با عقاید شماها؟ چه فرقی می کند؟ اگر تو عقاید ما را رد کنی خلیفه را بی اعتبار کرده ای. من نه به روش مدارس شما که بر اساس شریعت قرآنی نوشتم. کدام شریعت؟ تو اهل بیت را بزرگ میکنی که خلفا را کوچک کرده باشی. حالان که همه باید در مذهب خلیفه باشند. من که در نوشته هایت نام خلیفه ندیدم، کجاست مت او؟ هر که در مت خلیفه چیزی نگفت باید حکم به کفرش داد. در عجبم بزرگان، در عجب که چگونه است همه علما در خلیفه و سلطان حسن میبینند و تو یک نفر عیب. خندت برای چیست؟ وظیفه ایشان است که جز حسن نبینند. همه سر در آخر خلیفه دارند. این همه توهین و جسارت بر لاخ کارکان عرش از کفر این مرد میلرزد. خلیفه که دیگر جای خود دارد. گناه من را به حساب خلیفه و سلطان ننویسند و ایشان را در گور من ننهند. بگویید خاطر آسوده دارند
که اعمال هر کس طوق گردن اوست. شنیدید؟ شنیدید بزرگان؟ گستاخی را شنیدید؟ این مرد کتاب‌هایی نوشته مخالف دین مبین و مغایر نظر علمای بزرگ دارالخلافه از گذشته تا کنون. علمای بزرگی چون ابو هریره و ابو موسی اشعری از تیغ تیز این مرد در امان نماندند و نیز این میدانیم که اتهامات او به اینها خلاصه نمی شود. حال بر من و مجلس منت گذارید و این را بشنوید. من از خود چیزی نمی گویم، با دلیل و مدرک آنچه که هست به عرضتان می رسانم. این ناعهد جایی در تصنیفاتش گفته خداوند جسمی است که وصف آن غیر از کلیه مخلوقات و از تمام معانی است. توجه کردید؟ خداوند جسمی است. آیا این سخن توست؟ ابداً من این حرف را نزدم. این تومار از خانه تو یافته شده. این نوشته من نیست، جعلی است. گناهان تو آنقدر زیاد است که برای رسیدگی به آن عمر ما کفاف نمیدهد. به راستی هر یک از اینها به تنهایی برای محاکمه تو کافی است. کدام را بگویم؟ توهین به خلفا، نشر اکاذیب در مورد مسئله جانشینی پیامبر، ایراد به شعائر مسلمین از جمله وضو گرفتن و گل سرسبد همه اینها گمراه کردن مسلمین با ادعای آمدن منجی موعود. اینها همه نوشته های استادم فضل است، مطالبی است که از شما و امامان پیشین نقل کردم. بزرگان، پسر شازان میگوید مردی از اولاد علی در آخر الزمان ظهور کرده و دنیا را پر از عدل و داد میکند. به راستی این هم سخن توست؟ این سخن پیامبر و فرزندان اوست. من فقط آن را نقل کردم و بدین جهت مفتخرم. میبینید؟ میبینید بزرگان؟ به صراحت اعتراف به نشر اکاذیب میکند و آن را به پیامبر نسبت میدهد. دیر نیست که حرفهای او مسلمین را منحرف کرده و فتنه در دین ایجاد کند. به راستی که لایق هیچ ترحمی نیستی. این منجی موعود قرار از کدام دنیا را پر از عدل و داد کند؟ همین دنیایی که پر از ظلم و جور شده. و باعث این ظلم و جور؟ علمای بی تقوایی مثل شما. این مرد خوابها و خیالات خود را به نام پیامبر به خورده مردم میدهد. تو گمان کردی با طفلان مکتب خانه طرفی؟ پیامبر کی در مورد موعود آخر زمان سخن گفت؟ چه کسی سخنان ایشان را در این باره شنیده است؟ بگو پسر شازان، به راستی این اکاذیب را از کجای شریعت آورده ای؟ این سخن پیامبر است که علاوه بر امامان ما، علمای مورد وثوق خودتان هم آن را نقل کردند. از کجا بدانیم که سخن پیامبر است؟ پس خوب گوش کنید.
پیغمبر فرمود دوازدهمین امام که از صلب حسین است قائم اهل بیت من و مهدی موعود است و شبیه‌ترین مردمان است به من در شمایل، افعال و اقوال. آیا مقتدای مسلمین خلیفه است یا آن که تو میپنداری؟ حاکم خراسان به حکم چه کسی سلطان است؟ در کدام ملک حکم خلیفه را جاری نمیبینی؟ سلطان؟ من یک سلطان بیشتر نمیشناسم، آن هم سلطان خراسان است. دیر نیست آن زمان که خراسان نگین ملکی باشد که فخرش حب علی است. آن روز را میبینم که دوستداران اهل بیت طوس را چون نگینی در بر میگیرند. به گوش باشید و به هوش، جوانی به نام سهراب، فرزند پیروز صحاف و داماد فضل ابن شازان نیشابوری، به جرم حفظ و نگهداری نوشته ها و کتب کفرآمیز فضل مورد خشم و غضب علمای دارالخلافه قرار گرفته و مدتی است از شهر متواری گشته است. لذا به دلیل خطر انتشار و تبلیغ افکار منحرف کننده فضل، حضرت خلیفه معتمد بالله از تمامی مؤمنین دلسوز به دین مبین اسلام انتظار دارد چنانچه کسی خبر یا نشانی از سهراب صحاف دارد با مراجعه به مأموران خلافت و دادن خبر به دستور ایشان 1000 سکه مژدگانی دریافت نماید. 1000 سکه؟ آری 1000 سکه در انتظار کسی. آری 1000 سکه میدهند، اگر نشانی داری بگو. 1000 سکه از آن خود کن. خبری داری؟ مأموران دستگاه حکومت بدها. و سلام. کشاورز بودم. آل طاهر انقدر از ما مالیات میگرفت که به زور روزگار ما رو میگذرد. بنی عباس که آمد حسرت آل طاهر را به دل من گذاشت. من هم شدم یاغی. مسافری تنها میدیدم راه را بر او میبستم. نترس، دیگر راه بر مسافران نمیبندم، راهشان میدم. کاغجویی به اسبشان میدم، نان و خرمایی هم به صاحبشان. آنها هم از روی رضایت درهم و دیناری به من میدن، حلال و طیب و طاهر. بسم الله. چرا چین از ابرو باز نمی کنی؟ چه شده؟ نگرانم. نگران چه؟ نگران استاد و خیشانم. زمان زیادی است که هیچ اخباری از آنها نداشتم. در عجبم. هرچی به نیشابور نزدیکتر می شوم، پایم نمی رود. نگران خودت باش که 1000 سکه طلا برایت جایزه گذاشتن. جایزه اگر هست برای این کتاب هاست که به تایید امام رسیده، برای من نیست. از حالا میتوانی من را فدایی خودت و کتاب ها حساب کنی. تحویل من بده، صبح حالت تو رو تحویلت میدم. خیالت راحت.
خدا خیر داد. چند سوایی است که به بودنشان عادت کردم. نزد خودم باشد آسوده تر. قابل نمیدانی. بسم الله. کتابایت را داشت نانج. چی کردی مرد؟ گفتم که از حالا مرد فدای خودت بدم. شما خورشید نیشابور می نامیدیدش غروب کرد. آری فضل ابن شازان نیشابوری به نفرین امام گرفتار آمد و چشم از دنیا فرو بست. حجت از این بالاتر؟ حقیقت از این آشکارتر؟ نوشته ها و سخنان کفرآمیز او حاصلی جز نفاق و کینه برای امت اسلام داشت؟ نداشت. اما من جابر ابن معاذ بغدادی آنچرا به شما قول دادم به انجام رساندم. از بی حرمتی ها رو در نکشیدم، از نفرین ها نهراسیدم تا امتی واحد در خراسان به وجود آورم. نه همچون فضل آبروی شما نزد امام بردم، نه از شما تخم کینه در دل خلیفه کاشتم، خلیفه‌ای که به حق جانشین پیامبر است و خدمت به او جز خدمت به دین مبین نیست. دروغ است. در خراسانی که ساخته و پرداخته خلیفه و امالش باشد جایی برای دین وجود ندارد. بیدادگاهی می شود از ظلم دارالخلافه و یارانش. ای مردم نیشابور، من سهراب پسر پیروز صحاف از سامرا و از نزد امام می آیم. ایشان فرمودند که مثل روز روشن آشکار است که به فضل دروغ بستند.
پس بدانید آگاه باشید اگر چیزی غیر از این شنیدید همه دروغ است و افترا و تماما مکر دارالخلافه. آگاه باشید و به اطلاع همگان نیز برسانید که امام فرمودند من به سبب موقعیت فضل ابن شازان نیشابوری و جایگاهش در بین اهل خراسان به آنها غبطه میخورم. بعد امام سه بار فرمودند رحمت خدا بر فضل باد، رحمت خدا بر فضل باد، رحمت خدا بر فضل باد. و این زمانی بود که من از مرگ استادم بی اطلاع بودم. تا زمانی که به نیشابور برگشتم و دریافتم درست زمانی که مولایمون در سامرا برای روح استادم رحمت می فرستادند ایشان در حوالی نیشابور فوت کرده است. رجز قرای خوندی جوان، آرام باش و خاموش، شاید دلم به رحمایت دعایت کنم که به آتش غضب الهی گرفتار نشوی. بیهوده تلاش میکنی شیخ بغدادی، در خراسانی که حب علی در آن کاشته شده جایی برای تو و امثال تو یافت نمیشود. ای مردم نیشابور، آگاه باشید که مولایمان کتاب‌های استادم فضل را مورد لطف و عنایت قرار دادند و آنها را تأیید کرده و فرمودند که عمل به آنها سزاوار است. بر خود ببالیم که این کتب آذین شده به مهر امام حسن عسکری است. برادران، من از سامرا تا نیشابور در هر کوی و برزن و منزلی و برای همه این حقایق را بازگو کردم و با یقین به شما میگویم که در چند سباه آینده خراسان و بغداد که سهل است در قندهار و بخارا نیز این کتاب ها را پیدا خواهید کرد. پس جماعت بر ماست که این حقیقت را به گوش همه علویان و دوستداران اهل بیت برسانیم و بدانیم که حقیقت همان اندازه رایج خواهد شد که ما رواجش دهیم. روح استادم فضل شاد که می گفت دیر نیست زمانی که خراسان دیر نیست آن زمان که خراسان نگین ملکی شود ملکی باشد که فخرش خوب فخرش خوب به علیست. آن روز را می بینم که دوستداران اهل بیت توس را چون نگینی در بر می گیرد. السلام علیک یا علی بوسی زمان، السلام علیک یا قریب القربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان علی بن منصور رضا.